سلام آریا جان، درود آرمین جان، خوب هستی؟ ممنون. گفتم شما که خوب من به هستین؟ عنوان کسی که یه مقداری با خیلی از حرفات مخالفم، بیام باهات یه مقدار صحبت کنم در زمینه های موضوعات مختلف. عالی. خب به نظر من مثلا تو از یک سری از افکارت یک مقدار چارچوب برای خودت ساختی و به اون چارچوب ها بیش از حد مطمئن هستی. یعنی مثلا ما ایرانی ها به عنوان مثلا کسی که ایرانی هستیم، وقتی کتاب های خارجی رو میخونیم، اون کسی که خارجی هست اون کتاب ها رو میخونه، یک بکگراند ذهنی داره و نسبت به اون بکگراند ذهنیش اون کتاب ها رو با اون بکگراند ذهنی درک میکنه. ما توی ایران با یه بکگراند دیگه بزرگ شدیم، مثلا ما طرز فکرمون یه مقداری متفاوته و احساس میکنم بعضی وقتا این چارچوب ها رو مثلا تو میمونی روی این چارچوب و متوجه این نیستی که نمیدونم این چارچوب ها اون شکلی نیستن که تو نگاه بشه میکنی. من اینو جواب بدم. آره بده. من یک چیزی که خیلی تبلیغ میکنم شکگراییه. خب من یک چیزی هم که بهش افتخار میکنم اینه که هر موقع که نظرم درباره یه چیزی عوض شد، کلی به این موضوع افتخار میکنم که تو نظر، یعنی من وقت خیلی نگران هست میشم وقتی که میبینم که مثلا یه سری از نظراتم مثلا چندین سال عوض نشده، احساس میکنم که آیا دارم دوگماتیک میشم یا نه. یعنی تو میگی خیلی مطمئنی، اتفاقا یک چیزی هست که من سعی میکنم خیلی حواسم بهش باشه. البته یه چیزی بگم، هر چقدر حواست باشه بازم قبول دارم که باز هم یه سری عقایدی رو هممون بهش میچسبیم به طور غیر منطقی، به خاطر اینکه اعتقادات تو عوض کردن کار سختیه. ما وقتی که یه اعتقاد جدیدی داریم، یه به طور روانی یک میلی داریم که اینا رو نگه داریم و قبول نکنیم که مثلا یه سری عقاید پایه‌ایمون اشتباه بوده. خب سخته ازش جدا شدن، ولی اگه تمرین کنیم که بتونیم بپذیریم که هر موقع یه اشتباه کردیم بذاریم کنار و قبول کنیم اشتباه کنیم، یعنی به خودمون افتخار کنیم که تونستیم عقایدمون رو عوض بکنیم، این باعث میشه که ما شکگراتر بشیم، یعنی از این موضوع نترسیم. من یه چیزی هست که خودم فکر میکنم خیلی بهتر شدم نسبت به کسایی که دارم میبینم، از یعنی شکگرایی. من به یعنی خیلی سعی میکنم حواسم باشه که تا یعنی خودم رو نگاه کنم ببینم آیا عقایدم رو دارم عوض میکنم بر اساس سندهایی که بهم داده میشه یا نه. خب مشکل اینه که خیلی ها فکر میکنن که من به شدت مطمئن هستم به عقایدم چون عقایدم عوض نمیکنم، در صورتی که اکثر موقعات مشکل اینه که کسایی که میخوان من عقایدم عوض بکنم دلیلی نمیارن و فقط انتظار دارن که بگن حرفت اشتباهه و من میگم خب اشتباهه چرا، ولی فهم کنن چون فقط گفتن این که حرفت اشتباهه انتظار دارن که من بگم خب پس من نظرم عوض شد، یعنی بدون دلیل میان میگن اشتباهه و انتظار دارن من نظرم عوض بشه و چون بعد از اینکه میان میگن که چرا نظرت اشتباهه چون دلیل نیوردن من نظرم عوض نشد، میگن ها تو مطمئنی از نظرت، درسته که من اصلا مطمئن نیستم، من خیلی حاضرم نظرم عوض کنم ولی دوست دارم که دلیل خوب یه کسی دلیل خوب بیاره، یه استدلالی بیاره، یه سندی بیاره، من بر اساس اون بتونم، من خیلی دنبال بهونه میگردم که نشون بدم که میتونم نظرم عوض کنم. خب من اصلا دوست دارم بیام به رخ همه بکشم که ببینید من نظرم عوض کردم، خب که حتی بتونم تبلیغ بکنم برای شکگرایی، ولی انتظار مردم اینه که من نظرم عوض بکنم بدون دلیل خوب. من نمیتونم دلیل نظرم عوض کنم به دلیل خوب. یکی این، یکی هم که میگین که بکراند یه ترجمه خوب به من میده که بذار خودم پیدا کنم، برای که من دارم پس زمینه ذهنی پس پیش فرض. خب پس زمینه فکری. خیلی خوب، ببین این صحبتی که شما داری میکنی برای همه هست، درسته؟ یعنی ربطی با فقط این که فقط ایرانی ها وقتی عقاید دارن میرن عقایدشون رو میرن مثلا میخونن، یه کتاب مثلا از داخل ایران، از خارج از ایران، یه پادکست از خارج از ایران، از داخل ایران، این عقاید جدیدی که همیشه ما اضافه میشه به عقایدی که داریم ریخته میشه روی پیش زمینه ای که هر کسی داره. این میتونه پیش زمینه، گفتی پیش زمینه، آره پیش زمینه فکری، پس زمینه فکری، اینا یه پس زمینه فکری داری یا هم بک‌گراند، اینا همش داره ریخته میشه روی اون. برای همین این عقاید
عقایدی که جذب میشه خیلی بر اساس این هست که این پس زمینه فکری چه شکلی داره، یعنی اینکه عقاید جدید کجا میفته بر اساس همون پس زمینه فکری خودت هست. خب و تو ایرانی باشی اون پس زمینه فکری رو داری، ارمنی باشی، چه میدونم مال کنیا، از کنیا باشی، از آفریقای جنوبی باشی، بر اساس تجربه هایی که داری، بر اساس چیزهایی که قبلا خوندی، بر اساس سیستم آموزشی کشوری که توش بزرگ شدی، این اولین عقایدی رو که جذب میکنی چون روی اون میفته شکل اونا رو باید بر اساس شکلی که اون داره جای خودش رو میگیره. خب ولی بعد از این مدتی اگه همینجوری هی عقاید زیاد بریزی روش، اون پس زمینه فکری اولیت انقدر روش پر میشه که تأثیرش رو عقاید جدید بیشتر میشه. میدونی مثلا چه؟ یعنی شما انقدر عقایدتون از جهان و از کشور خودتون و از متفکرین مختلف انقدر دارین جذب میکنید که اون پس زمینه فکریتون میشه یه قسمت کوچیکی از همه عقایدتون و از همه طرز فکرتون، برای که کلی چیزای دیگه ریختین روش. خب یعنی خیلی طرز فکرتون جدا میشه از اون از جایی که تصادفی به دنیا اومدین، یا اینکه به کسایی که به طور تصادفی تو زندگیتون باشون صحبت کردین، یا اینکه به طور تصادفی سیستم آموزش و پرورشی که باهاش به شما تحویل داده شده، بر شما تحویل شده، اثر اینا کوچکتر و کوچکتر میشه، چون همه اینا میشه درصد کوچکتری از جایی که شما خودتون رفتین به طور متنوع اطلاع جمع آوری کردین. من برای همین میگم بهترین کار اینه که شما برای جمع‌آوری اطلاعاتتون تنوع قائل بشین برای منبعش، که اون جایی که به شما تصادفی به دنیا اومدین تأثیرش رو این که نتیجه گیری آخرتون کمتر بشه. نظرت چیه آریا جان؟ نگاه کن، درباره این که مثلا میگی که تو خیلی دوست داری که مثلا عقایدت رو عوض کنی، ولی برای عوض کردن این افکار یا مثلا عقاید دلیل خوبی بهت داده نمیشه. خب این در عمل تو اینو در کلام اینو میگی، ولی در عمل در واقع مثلا من اینو نمیبینم، به خاطر و علتش هم به نظر من اینه که وقتی که آدم یک جوری خیلی سخت دلیل پذیر بشه نمیتونه خودشو تغییر بده، و این دلیل پذیر شدن احتیاج به این داره که تو یه درک خیلی خیلی خوبی نسبت، یعنی میدونی چیه؟ تو کتاب وضعیت آخر میگه که در رابطه مثلا صحبت دو طرفه منطقی، آدم باید همیشه خودشو روبروی طرف مقابل قرار بده، یعنی مساوی طرف مقابل. یعنی وقتی که مثلا فرض کن من با تو صحبت میکنم یا تو با هر کسی دیگه صحبت میکنی، باید نسبت به فکر طرف مقابل یه اطمینان نسبی داشته باشی و نسبت به اون بتونی صحبته اون رو درک کنی، که بعداً از اون درک نتیجه ذهنی بگیری. من مثلا فکر میکنم که یه مقداری تو به اون چارت، به اونا، به اون عقایدت خیلی، حالا مثلا میگی شکرایی واقعا عالیه، یعنی شکرایی یه چیزیه که اصلا پایه فکر خود شکراییه، ولی اون اطمینان، من فکر میکنم اتفاقا یه مقدار خیلی زیادی اطمینانی وجود داره که اصلا اون اطمینان انگار خدشه پذیر نیست، و مثلا به نظرت میاد که خب اون حرفای تو رو دیگران درک نمیکنن و برای همین اون حرفا جواب، در صورت که دیگران هم همینو میخوان، دیگران آزادی میخوان، دیگران ایران آزاد میخوان و دیگران دموکراسی میخوان، همه اینا رو اونا هم میخوان، ولی اینکه چه شکلی بهش برسن یه مقداری ریزکاری داره به نظرم. مثلا من درباره همین عقاید مثلا چیز برات یه مثال میزنم. من برات یه دونه دلیل میارم، ببین تو دلیل منو میپذیری یا نه. امروز هم یه ویدیو از تو نگاه میکردم که گفتی که در اون ویدیو گفتی که طبق آمار 78% از مردم ایران نماز میخونن. 78%، این گفت این حرف تو، و من میخواستم بهت اینو بگم که هیچ کدوم از این آمارها هیچ کدومشون قابل اطمینان نیستن به اندازه سر سوزنی، و دلیلم هم برات اینو میتونم بیارم که توی ایران
اگه که بخواد آماری گرفته بشه، اولندش که یک نفر نمیتونه از همه بره یکی یکی همه رو سوال بپرسه، مثلا بگه خب شما نماز میخونین یا نه. آره، از 70 میلیون نفر که هیچ وقت نمیشه چه این کاری کرد. نهایت کاری که بتونه یک سایت مثلا بی‌طرف انجام بده اینه که یک نظرسنجی بذاره و توی اون نظرسنجی عده خاصی برن شرکت کنن و از اون عده خاص تعمیم کلی بده و طبق اون تعمیم کلی بیاد 78% در بیاره. ولی توی جامعه‌ای که مردم از واقعیت گفتن میترسن، توی جامعه دیکتاتوری چنین آماری کاملا غلط میتونه باشه. یعنی تو من مثلا برای دیگه مثال میدم، اصلا بیا فرض کن تمام این کسایی که الان داخل چت هستن همشون وسط خیابون بیان با یه نفر با میکروفون ازشون سوال بپرسه آیا شما به اسلام اعتقاد دارید؟ آیا شما نماز میخونید؟ توی جمهوری اسلامی همه میگن آره، به خاطری که ما توی کشور آزاد نیستیم، ما توی کشور تروریست هستیم و این باید همیشه در نظر. پس این همیشه توی ایران شکلی که اون درصد مذهبی آزادانه همه حرف میزنن، همه کار میکنن، تو همه آمارا شرکت میکنن و اون درصدی که مذهبی نیستن همیشه خاموشن تقریبا. خب من صحبت کنم؟ بفهم. من شاید من خوب توضیح ندادم یعنی که شما اشتباه فهمیدید. من نگفت فکر نکنم گفتم هیچ کسی برای من دلیل خوب نیورده. من چندین بار تو همین برنامه ها و تو همین گفتگوها نظرم عوض کردم. خب چندین بار من دلیلای خوب برای من آورده شد و من نظرم رو همینجوری لایو جلوی همه عوض کردم چندین بار. حتی اخیراً دفعه قبلم یک مسلمان اصلا از من یه نقد کرد و من نقدش رو پذیرفتم و حرفم عوض کردم. اکثر موقع هم کسای دیگه نظرم عوض کردم. من گفتم بعضی موقع ها کسایی که میگن آرمین خیلی مطمئن نظرش عوض نمیکنه، بعضی موقع ها کسایی هستن که فقط میگن آرمین تو اشتباه کردی، دلیل نمیارن، بعد انتظار دارن که فقط با گفتن این که آرمین تو داری اشتباه میگی من نظرم عوض کنم. خب نگفتم که هیچ کسی، امیدوارم انقدر پرو نباشم که بیام ادعا بکنم که آه شما حق شما، من انقدر خوبم شما هیچ کسی نمیتونه نظر من عوض بکنه برای که شما اساس فکری انقدر پایین هستی که دلیلی برای نظر عوض کردن نظر من رو نداری. نه، من همیشه تمام سعیمو دارم میکنم که ببینم که آیا امروز یکی این شخص میتونه به من یه چیزی بگه که من باعث بشه بتونم نظرم عوض کنم. یعنی این دنبال این میگردم که یک کسی یه چیزی به من یه بهونه بده که من یه چیز جدید یاد بگیرم یا بیام حرفم عوض کنم. مثلا من خیلی دوست دارم یه همچین اتفاقی بیفته. هر موقع یک کسی من صحبت میکنم فکر میکنم آ این شخص الان ممکنه این کارو بتونه بکنه. خب ولی قبول میکنم نقدپذیری از این که هیچ کسی یعنی من بالاخره انسانم، از لحاظ روانی به عقایدی که دارم علاقه دارم و هر چقدرم فکر کنی شکگرا هستی، این علاقه به عقایدی که داری باعث میشه یه مقدار سخت بشه جدا کردن. یا حتی خودم فکر کنی نه من یه کسی به من سند بده دلیل بده حتما از نظرم عوض میکنم، نه اینجوری نیست. ما بالاخره من که ربات که نیستم. خب ولی سعیم رو دارم میکنم که این تأثیرات روحی روانی که امیال عقایدم داره رو کمتر کنم. هیچ کسی هم به طور کامل نمیتونه کاملا از بینش ببره، ولی من سعیم رو میکنم. خب امیدوارم اگه اشتباه میکنم امیدوارم شما مچما بگیرید. خب من خب یکی اینه گفتم دیگه. و خب حالا شما مثلا من منتظر بودم که مثلا تو بگی خب مثلا چی، خب مثلا تا حالاش هی ادعا میکردی که مثلا این به من میگفتم خب دلیلت کو الان، ولی یه مثال زدی. خب من مثالو از همین مثال استفاده کنم. من چون که نمیدونم این آمار رو کی گفتم، این فکر کنم خیلی قدیمیه. خب ولی من چیزی رو که الان میتونم بگم چون نمیدونم یادم نیست شما داریم به چی اشاره میکنید، این که فکر کنم آماری که مثلا میگه 78% آماری نیست که بگی که مثلا شما دارید همیشه نماز میخونید. خب یعنی 78%ی که داشت اشاره میکرد به این بود که مثلا یه بار مثلا نماز مثلا یه بار رو خوندی، مثلا یه تجربه نماز خوندن داری؟ می‌نازم چه؟
بالاخره منم نماز خوندم. آره تو تا الان نماز خوندی به خودت؟ من نمیدونم میوتی. آره من چیز بودم، من قبلا مسلمان بودم در واقع میشه بودم. آره یعنی عکس این که مثلا اکثر مردم ایران حتی اونایی که الان اسلام ستیزه هستن این که بالاخره یه بار مثلا نماز خوندن یا نخوندن، بالاخره من فکر کنم 78% به نظر من چیز عجیبی نمیرسه، ما اکثرمون نماز رو خوندیم. خب ببین من موضوع بحث ما درباره آمار، چیزی که خیلی به نظر من متوجه نمیشن این نیست که آمار مثل وحی الهیه که وقتی که اومد کاملا قابل اعتماده و این اعداد درسته. خب این آمار به شدت نقص داره، خب به شدت نقص داره، ولی نقصش از تجربه های شخصی کمتره. یعنی کسی نمیگه اینا این آمار اشکال ندارد. خب خیلی از مشکلاتی که مردم با آمار دارن، آمارهای علمی خوب، اگه کسی بره این آمارها رو بخونه، اون گیرایی که با آمار میدن خودشون نوشتن. یعنی تو خود جمع‌آوری اطلاعات و خود کسایی که مثلا تخصصشون آمارگیری هست، کسایی که خوب هستن، یه قسمت آمار هست که لیمیتیشنه و میاد میگه که مثلا ممکنه ارورهای مثلا این آمار چیه، چرا ممکنه به این ببین مثلا ما به همین دلیل حرفی که شما خودتون زدین، اون آماری که گرفته شد از توی ایران که مثلا میگفتش که نشون داد که مثلا چقدر مردم ایران دیگه شیعه نیستن مثلا، خب خیلی درصد کمشون. خب ما مثلا وقتی میام نگاه میکنیم میگیم که خب حالا تأثیری که شما گفتی رو اونجا هم در نظر گرفتیم. یعنی این انقدر مردم دارن میان میگن دیگه مسلمان نیستن، این بر اساس این هست که مثلا اگه اون فاکتور این که مردم بیان بترسن دیگه مسلمان نیستن رو در نظر بگیریم، پس این توی این آمار ما باید در نتیجه بگیریم پس از اینم کمترن. یعنی خب یه کسی میتونه بیاد اینجوری در نظر بگیره، خب یعنی مثلا این همه مردم با اینکه مثلا ترس وجود داره که مثلا جمهوری اسلامی بفهمه که اینا دیگه مسلمان نیستن، با اون فاکتور این همه کم نشون، این همه مسلمان، این همه مردم حاضرن بیان بگن که مسلمان نیستن، پس مثلا واقعیش دیگه چه جوریه؟ خب یعنی ما اون فاکتورا رو در نظر میگیریم. ولی یه نفر دیگه میاد میتونه بگه نه این آمار ممکنه به این دلیل دقیق نباشه، به خاطر اینکه اکثر کسایی که مثلا به اینترنت دسترسی دارن اطلاعاتشون مثلا بیشتره به نسبت به کسی که به اینترنت دسترسی نداره. تازه باید بیشترم اون مثلا بایسش به اون طرفه، نه به این طرف که شما میگید. اینا رو همه در نظر میگیریم. خب ما وقتی درباره آمار صحبت میکنیم اینا این مشکلات آمار باید در نظر گرفته بشه، ولی ما بحثمون اینه این آمارها با اینکه نقص داره، با اینکه مشکل داره، از این که ما به عددهای بهتری هستن، از این که بگیم که ببینید من تجربه‌ام تو ایران اینه، نه من با عموم و برادرم و همکلاسیام صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که ایرانی‌ها اینجوری هست. من بر اساس چیزی که روی بذارید من حرفم تموم شد، من بر اساس چیزی که روی توییتر دیدم، چیزی که تو کامنت سیکشن مثلا یوتیوبا دیدم، بر این اساس نتیجه گیری کردن با اینکه آمار ضعف داره، این روش‌ها ضعفشون خیلی بیشتره. یه مثال هم که شما زدین، گفتیم بیا ما الان از توی لایف چت اگه بپرسیم مردم نظرشون چیه، ببینید آمار کسایی که تخصص جمع‌آوری اطلاعات برای آمار دارن، خیلی روششون از این بهتره که بیا توی لایف چت یه کانال بی خدا بیان از همه نظرشون رو بیشتر بپرسن. خب معلومه که به شدت بایاس خواهد بود. یعنی شما باید ببینید کسایی که تخصصشون جمع‌آوری اطلاعات هست توی آمار چقدر روش‌های مختلف استفاده می‌کنن که این مثلا بایاس هایی که ممکن وجود داره توی این جمع یعنی رندومیزه بکنن به طوری رندومیزه، یا رندومیزش بکنن، یا اگه نمیتونن رندومیزش کنن از گروه های مختلفی بگیرن که تناسب داره به همون شکلی که دموگرافیک ایران هست. خب یعنی از این تلاش ها میکنن، ولی با این تلاش هاشون هم باز هم هنوز تناقض داره. روش های مختلفی وجود داره که این بایاس ها رو از بین ببرن و این خودش یک علم هست. خب یک آمار جمع‌آوری اطلاعات برای آمار خودش یک علم هست و آنالیز کردنش هم بعدش هم خودش یک علم هست. خب اینا رو کسی نمیتونه شوخی بگیره که بیاد بگه که آها اینا رو ما کاملا میتونیم بذاریم کنار به خاطر اینکه مثلا مردم تو ایران اینجوریان اونجوریان. بله این مشکلات وجود داره، ولی ما بهتر از این نداریم، ما میریم به بهترین اطلاعاتی که داریم. بله بفرمایید. نه نگاه کن، دقیقاً من
کاملا برعکس فکر میکنم، یعنی تازه دقیقا دارم میگم که تجربه شخصی اون افراد خیلی ارزشمندتر از اون آماره. و علتش هم گفتم، علتش هم اینه که اصلا آمار، نگاه کن، خیلی از سیاسی ها هدف اولشون، هدف اولشون دست گذاشتن و تغییر دادن چنین چیزهایی برای استفاده های بعدشه. مثلا یک آدم های مثل مثلا ظریف یا آدم های این شکلی اصلا هدفشون جان. من آمارهای جمهوری اسلامی رو نمیگفتم، من آمارهایی که مثلا دارم مثال میزنم آمارهای کشوری یا دانشگاه های اکادمیکی خارج از ایران هستم. خب اونها درک نمیکنن شرایطی که داخل ایران وجود داره، اونها اصلا نمیتونن بفهمن خفقان واقعی و تروریسم واقعی که حتی یک ایرانی از لایک زدن یک پست وحشت داره و خب کابوس داره. اینا ایرانی هستن، این اشخاص ایرانی بودن، خارج از ایران برای روش آکادمیک استفاده میکردن تو دانشگاه های خارج از ایران برای آمارگیری، خودشون هم ایرانی بودن. نگاه کن، حتی اگه که مثلا ما بگیم این افراد ایرانی هستن و جب تو ایران هم درک میکنن، باز هم بحث سر اینه که اون مسلمون ها وقتی که نگاه کن توی مسلمون ها دستشون توی دست همدیگه است، یعنی وقت مثلا توی کتابشون هدف اصلیشون اینه که اسلامشو گسترش بدن، احساسشون به این موضوع تقدسه. ولی آتئیست ها شما از کجا میدونی اینا اصلا مسلمون بودن؟ کسی که نه منظور من از بین جماعتی هست که میرن میگن ما مثلا فرض کن نماز میخونیم، و اون کسایی که مثلا فرض کن میگن نه ما نماز نمیخونیم. خب اون کسایی که بیشتر حرف میزنن داخل ایران، اون کسایی که آزادی دارن برای حرف زدن، اون کسایی که پررون و میرن جلو و تبلیغ میکنن، همه این کارا رو میکنن، آتئیست‌ها نیستن. اون افراد دقیقا کسایی هستن که تمام عمر چه میدونم آزادی کامل خب داشتن. آریا جان، تو خودت یه چیزی رو نتیجه گرفتی، بعد الان تو اون ادعایی که درباره من میکنی درباره خودت به نظر درست نمیاد؟ یعنی این خفقانه. نه ببین، تو مردم سند و از راز علمی میخوان یه چیزی رو نتیجه بگیرن، تو سند میارن، دلایل علمی میارن، تو میگی من دلایل علمی اینا رو قبول ندارم، من تجربه شخصی خودم با اینکه سمپل سایز، با اینکه روش نمونه گیریم هم غیر علمیه، هم حجم نمونه هام به شدت پایینه، ولی روش غیر علمی خودتو بیشتر از این روش های علمی خودت بیشتر از این روش های علمی قبول داری، بعد میای به من میگی که من اعتماد به نفسم زیاده. نه، من دارم میگم من دارم علتشو برای توضیح میدم. علتش اینه که این آمارهایی که در کشورهای غربی به عنوان آمار شناخته میشه، در یه جوامع آزاده، در یه جوامعی که مردم با همدیگه حق صحبت برابر دارن، ولی توی ایران، توی کشوری که همیشه عده‌ای به عده‌ای دوم ظلم کردن و تو سرشون زدن. خب ببین، اصلا میگم اون کسی که سرخورده است تو جامعه اونا، اصلا اونا حرف نمیزنن، اونا اصلا دنبال این چیز. از همین حرف تو بیام استفاده کنیم، ببین مثلا بگیم که مثلا نشون داده شده که مثلا با آمار، با یه روش علمی نشون داده شده که مثلا تو یک سالی 60% مردم ضد جمهوری اسلامی هم. خب بعد 10 سال دیگه آمار گرفته شده، مثلا نشون داده که 80% مردم علیه جمهوری اسلامی هم. خب تو میگی که ببین اون 60% کاملا قابل قبول نیست، برای اینکه خب مثلا حتی مردم، حتی اگه آمار کورم باشه که کسی نبینه کی داره جواب میده، اون 60% کمتر از اون چیزیه که باید باشه، برای اینکه خیلی میترسن بگن که ضد جمهوری اسلامی. خب من میگم تمام اون شرایطی که برای اون 60% گفتی مثلا درسته، خب تمام اون شرایط برای 80% هم درسته، اگه دقیقا به همون روش جمع وری شده باشه. خب دقیقاً، یعنی من میگم که ببین این اطلاعات هنوز خیلی قابل استفاده است، به خاطر اینکه از همون روش از 60% رسیده به 80%، یعنی ما میتونیم بگیم، ما هنوزم میتونیم از این عددا نتیجه گیری خیلی خوبی بکنیم، یعنی میگیم که بالاخره این 20% افزایش پیدا کرده. خب حالا ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چند درصده، به خاطر اینکه آمارها محدودیت داره. خب همه از لازمه که خیلی دسترسی مثلا به این آمار ندارن. ببین بازم من میگم روش‌های مختلفی وجود داره که این مشکلات شما رو کم که شما دارین بهش اشاره میکنین وجود داره، روش‌های مختلفی داره که اثر اینا رو کمتر بکنن، با رندومیزه کردن، با اینکه با ساختن یک نمونه‌ای که بتونه بیشتر
رپرزنتیتیو باشه از هول اون کانتری. روش های مختلف وجود داره ولی هیچ وقت این روش ها باعث از بین رفتن این مشکلات نمیشه. خب ولی حتی با اون مشکلاتی که خود این آمارا میان به طور شفاف میگن این مشکلات وجود داره، حتی اون موقع هم اینها وسیله خوبی هست برای اینکه ما جهت تغییر رو بتونیم ببینیم. ببین همه این مشکلاتی که شما میگین وجود داره، این مشکل ها 1 میلیون بار بیشتر وجود داره برای این روش هایی که شما استفاده کردین. ما اصلا میتونیم، ما خیلی دیدیم، ما میدونیم که تجربه شخصی چقدر بی‌ارزشه برای نتیجه گیری. خب شما سمپل سایزتون انقدر کوچیکه، انقدر طرز فکر یک انسان اگر روش های غیر علمی استفاده بشه برای جمع آوری اطلاعات انقدر تناقض داره، انقدر بر اساس همون حرفایی که شما زدین گفتین پس زمینه های فکری، درسته؟ انقدر ما وقتی ما تو روی زمین وقتی تجربه های خودمون رو جمع از محیط میگیریم برای نتیجه گیری، این مشاهده هایی که میکنیم، تجربه چیزهایی که مشاهده میکنیم و نتیجه گیری هامون بر اساس همون پس زمینه های فکریه. این به شدت غیر علمیه. خب من نمیگم آمار و اینا وحی الهیه هیچ مشکلی نداره، ولی از این روش های انکدورال، خب یعنی داستان ساختن از سمپل سازهای خیلی کوچیک، از این روش ها خیلی برتره. حالا شما میگین برتر نیست، خب سند دارین؟ یعنی ببین شما احساس میکنین که برتره به خاطر اینکه فکر میکنین خب اینا غیر قابل اعتماد اینا، ولی آیا برای اینکه ما سند داریم که از این روش ما سند داریم که anecdotal evidence هیچ وقت نتیجه گیری خوبی نمیشه ازش کرد؟ خب ما به هر نتیجه که شما میخواییم میتونیم برسید. شما یک تجربه شخصی یک پسری که مثلا جنوب تهران بزرگ شده با شمال تهران فرق داره. خب شما اگه چری پیک بکنین، اگه دیتا خودتون رو بیاین اون چیزی رو که یه نتیجه رو در نظر گرفته باشین، من برای اون نتیجه هر میتونم برم قشنگ اطلاعات جوری جمع وری بکنم که به اون نتیجه برسه. یعنی شما برای هر نتیجه‌ای میتونید اطلاعات خاص خودشو جمع‌آوری بکنید که اون نتیجه رو به شما بده. برای همین نتیجه گیری از یک آمار خیلی کم یا تجربه شخصی، نمونه با حجم خیلی کم یا تجربه شخصی خیلی بی‌ارزشه. بفهمه من زیاد صحبت کردم. میگم بحث سر اینه که مثلا اول از همه میگم که آدم نباید از ابزار دست سیاسی ها آمار، میگم که آمار یکی از چیزهایی که دقیقاً سیاسی ها اول از همه سعی میکنن از روش های مختلفی شده بیان اونو ازش استفاده کنن و خیلی هم هستن که استفاده میکنن در جوامع اروپایی، مثلا در همین آلمان من بارها دیدم مثلا توی شبکه تگزشو یه چیز کاملا درباره غلط درباره ایران گفته میشه، یعنی توی شبکه خبری خیلی خیلی معتبر که مثلا از دید شما ممکنه مثلا بگی خب آمار مثلا یه چیز خیلی خیلی معتبر به خاطر چیزهای مختلفو در نظر میگیره. ولی این حرف، ببین چیزی که توی شوها گفته میشه با خود آمار خیلی فرق داره. من اتفاقا یه نقدی دارم باید بکنم از مثلا کشورهای غربی، میدیاشون حرف جوری که از آمار حرف میزنن با نتیجه گیری خود آمار خیلی فرق داره. ببینید مثلا شما یک مقاله میاد بیرون که دانشمندا گفتن که مثلا فلان عنصر توی همچین محیطی میتونه احتمال فلان سرطان رو توی موش کمتر بکنه. خب یه همچین نتیجه میکنن با کلی شک، با کلی احتمال اشتباه و اینا تو آمار میدن، بعد میره CNN میگه که آها برین فلان چیز بخورید سرطانتون شفا پیدا میکنه. یعنی این که چیزی که آمار و دانشمندا دارن میگن با چیزی که میدیا، با چیزی که مثلا مثلا این میدیاهای خودشون، میدیاهای غربی میان نتیجه، برای که اونا میخوان مردم کلیک بکنن، مردم بیان برنامه‌شون رو ببینن، جوری که برداشت میشه از این کارهای علمی توی این شبکه‌های غربی اون خیلی غیر علمیه. خب یعنی جوری که اینا به مردم گفته میشه که چه نتیجه گیری بکنن از این کارهای علمی یا این آمارها، یعنی خود این آمارها خیلی هاشون به شدت علمی هستن، خیلی هاشون به شدت شکگرا هستن، خیلی به شدت خودشون لیمیتیشن های استادی خودشون رو میگن، ولی شما نمیتونین بیان قضاوت بکنی که این چقدر علمیه بر اساس این که مثلا این مثلا CNN و فاکس نیوز و اینجور چیزا چجوری میان اون اخبار رو درباره اون موضوع علمی میان پخش میکنن.
خب دقیقاً همین چیزی که تو مثلا گفتی درباره اخبار اینا، خب آدم آدمه، مثلا آدمای سوء استفاده گر وجود داره، آدمای خطا، یعنی ممکنه آدم اشتباه کنه، ممکنه آدم یه سری فاکتورا رو اصلا نبینه و دید خب. کشورهای دیگه نسبت به ایران اصلا کلا آمار گرفتن درباره مثلا فرض کن چیزهای مذهبی تو ایران واقعا به هیچ جایی نمیرسه. به خاطر میگم تو با یک جماعتی سرکله میزنی که مثلا اونها میخوان دینشون رو تبلیغ کنن و جماعت دیگه‌ای که کاملا ناامیدن از وضع ممکن، و تو بین این دوتا احساس نمیتونی درست آمار بگیری. ولی حالا مثلا بیا یه موضوع خیلی خیلی مهمتری رو درباره صحبت کنیم. آخرین موضوع برای اینکه من کلی ادم منتظره درباره همین موضوع تعصب به نظر تو، چون فکر میکنم هم من میدونم هم تو میدونی که آدمی که تعصب داره خودش نمیتونه تعصب خودش رو ببینه. به نظر تو چه راهی وجود داره که آدم بتونه تعصب خودش رو ببینه؟ صحبت کردن با کسایی که باید اختلاف نظر دارن که بیان بهت نشون میدن. یعنی صحبت کردن با آریا. مثلا من خیلی وقت پیش به این موضوع فکر کردم، اون موقع مثلا این مقدار مذهبی بودم و اینا، و فهمیدم که مثلا خب من اگه مثلا تعصب هم داشته باشم نمیتونم این موضوع رو ببینم. بعد یه چیزی برای خودم ساختم به اسم دید سوم، و دید سوم رو این شکلی برای خودم گذاشتم که مثلا وقتی فکر میکنم نسبت به یه موضوعی، توی ذهنم یه نفر رو میارم دقیقا مخالف من، با افکار 100% مخالف من، بعد فکر میکنم اینم اگه که اون شخص حرف حسابش چیه، چی میخواد به من بگه، و بعد از یه دید سومی به این صحبت این دو نفر نگاه میکنم. خب یعنی این که به نظر من این خیلی کمک میکنه که آدم بتونه از تعصبش باشه، یعنی اون دیدگاه سابجکتیو رو تبدیل به یک دیدگاه ابجکتیو میکنه. آها این یه حرف خیلی خوبی زدی. یه روش میتونیم، حتی میتونم این روش تو رو بردارم یه مقدار عوضش هم بکنم. آره میتونیم یک کسی رو تصور کنیم که کاملا مخالف توه، و بعد با خودت بگی که من اگه میخواستم از اون، از نظر اون دفاع بکنم، بهترین روش دفاع از نظر اون چیه؟ دقیقا اینجوری هم میشه. آره این فکر خوبیه، روش این خوبیه. این باعث که آدم از قشنگ از هر تعصبی به نظر من بتونه راحت رد شه. یعنی خب. بیایم دفاع کنیم از نظرهایی که کاملا باش مخالفیم و ببینیم که آیا میتونیم ازش دفاع کنیم یا نه. اصلا کلا یه نفر کاملا مخالف خودت رو در نظر بگیری، و بعد با قدرت فکر خودت به حرف خودت جواب بدی، و اون موقع میتونی کاملا انسا رفتار کنی. درسته. خیلی نه، روش پیشنهاد خیلی خوبیه. قبول دارم. خب بیشتر از این وقت نمیگیرم. خیلی خوشحال شدم. آریا من از وقت تو خیلی لذت میبرم. ببین، برای اینکه تو با من اختلاف نظر داری، ولی اصلا ما با هم، یعنی خیلی به نظرم نحوه صحبت کردن ما با هم خیلی دوستانه است. یعنی این اختلاف نظر ما اصلا به هیچ شکل باعث نمیشه که مثلا ما از هم بدمون بیاد یا همچیزی. من خیلی دوست دارم که روش حرف زدن تو درباره با من درباره اختلاف نظراتت خیلی خیلی باحاله. خیلی متشکرم. آره مثلا من به نظر من، یعنی یه چیزی، یکی از چیزهایی که برای من خیلی خیلی مهمه این طرز صحبت‌های دو نفر است، چون به نظر من طرز صحبت‌های دو نفره باعث میشه که آدم بتونه از یک فکر جمعی استفاده کنه و در نهایت بتونه پیشرفت کنه به عنوان یک کشور خوب. ممنون. خب. شب خوبی داشته باشی. فعلا خداحافظ.